عرض سلام ادب حضور شما بیننده های نهایت گرامی تلویزیون زرین. نور وجوهات هستم و باز هم شما را به برنامه لحظه های زرین خوش آمدید میگم. قسم همه شما در رقیب ما عکس استاد حامد نوید میبینید. استاد حامد نوید که ایشان محقق، نویسنده، شاعر و همچنان سابق استاد پانزده هنرهای زیبا در پانتون کابل بود با خود داریم. سلام حامد جان. سلام، چطور هستین؟ تشکر، شما خوب هستین؟ هفته خوش شما گذشتاندین. مهربان هستین آقای وجوهات، نور جان گل، تشکر از شما. زنده باشین حامد جان. امروز ما راجع به یکی از ولایت های دیگه افغانستان که ولایت نورستان است سر از این امروز صحبت داریم. میخوایم که در سر هنر و ثقافت از ولایت نورستان شما نکات دلچسبی که وجود داره در این مورد اگه شما که قابل ذکر است. شما میفهمین که نورستان در شرق افغانستان در جنوب سلسله جبال هندوکش یکی از زیباترین ولایت افغانستان است. نورستان دو بخش داره، یک بخشش در شامل حدود غربی افغانستان است و قسمت چترال متاسفانه داخل خاک پاکستان است که در اثر مداخلات انگلیس ها و کشیدن خط دیورند یک بخشش به پاکستان تعلق گرفت. اما بخشی که در افغانستان است منطقه بزرگترین نورستان است و در اینجا پنج بخش تقسیم شده که یک بخشش به نام مندول یاد میکنن، دیگهش به نام وامه هسته، وایگل هسته، کامدیش هست، برگ مطال هست، به خود نورستان هست، اون جایی که مرکزش هست. به هر حال نورستان مردمش از شجاع‌ترین مردم افغانستان و طبیعتش از زیباترین طبیعت افغانستان است. تمام جنگلات سرسبز که در جنوب هندوکش قرار گرفته در ولایت نورستان بخش ولایت لغمان و کنر قرار دارم. دریاهای بسیار خروشان از اینجا سرچشمه میگیرم و این طبیعتش بیشتر سرسبز ساخته. از پیداوار مهم از اینا چوب است که چوب بلوط و هرچه در اونجا می رویه و یک بخش عمده اقتصاد افغانستان برای سالها تامین کرده و حالا می کنم. و گرچه که یک مقدار زیاد از این جنگل ها حیفا میل شده. شما می تونید که سلاید های نورستان ها پرتین با طبیعت زیبایش همراه بیننده یک جای ببینیم. بله، ما سلایداش انداختیم، میخوایم در باید سلایدار هم اندازه. از شما یک سوال دیگه کنم که این نظر صحت داره که مردم نورستان از بازماندگان لشکر اسکندر است و سابقه یونانی داره یا ای درست؟ خب معلوم داره یک سوال است که در ذهن هر کس خطور میکنه بخاطر همون شکل اروپایی که مردم نورستان دارن. اما مردم نورستان از اصیل ترین مردمان باستانی افغانستان است، از همون قبایل آریانای کهن است که برای سالهای سال در دامنهای کوی هندوکش از هندوکش شمالی از بدخشان گرفته تا به نورستان، بخش پنجشیر، نورستان، پروان و لغمان، کنر اینا زندگی داشتن و دامنی از یقبان تا به پکتیا میرسه، یعنی تا پیش کوهای سفید یقبان یا سپینغر اینا زندگی داشتن. دلیلی که اینا در یک گوشه قرار گرفتن و در یک بخش خاص زندگی میکردن به خاطر که در وقتی که اسلام به افغانستان آمد با متعاقب از این حملات خلفای اموی شروع شد، این آدم و کوهساران خود باقی ماندن و با مردم دیگه زیاد مخلوط نگشتن. با این خاطر زبانشان، عاداتشان و رسومشان، طرز لباسشان بسیار به خصوص ماند، چون در این قبایل مختلف انسانی از زمانهای بسیار کهن زندگی میکردن. دلیلی که ما میفهمیم که اینا با یونانی ها هیچ نوع شب قرابت خاص ندارن
به خاطر که در زبان هزنها ریشه های زبانی یونانی وجود ندارم و همچنان آثار هنری نورستان بسیار متفاوت از آثار یونانی است. مثلا ما آثار یونان باختری را در بلخ کهن، در قسمت آی خانم، شبرغان، در شمال افغانستان قندوز میبینیم، همچنان در حدیث جلال آباد و کابل میبینیم، اما هنر هلنی هیچ وقت را به نورستان پیدا نکرده و اگه نا از بازماندگان لشکر اسکندر مقدونی میبودن، باید آثار هنری از نا با آثار هنری یونان باستان شباهت میداشت، در حالی که آثار هنری مردمان قدیم نورستان بسیار سبک خاص خود داره که پسندتر در سلایت های بعدی میبینیم. از قرائن معلوم میشه، از اسناد تاریخی معلوم میشه که در وقت حکومت کوشانی ها یک تعداد از قبایل کوشانی هم در کوهساران زندگی میکردن و متعاقب از این یک تعداد از اقوام یفتلی که از طرف بدخشان می آمدن، از راه کوهستان آمدن و در نورستان زندگی کردن. یک اقوام یفتلی زبان هندو اروپایی پیشی ای نشته کردن صحبت میکردن که همی زبان فعلا در نورستان وجود داره و ای زبان پشهی میگنش و یک قوم پشهی هم است. از او خاطر تحقیقی که زبانشناس ها کرده در زبانهای موجود نورستان، در این بعض لغات بسیار شبیه به زبان قدیم پراکریت است و همچنان به زبانهای سانسکریت بعض لغات از نا شباهت داره. مردم نورستان از قبایل مختلف تشکیل شدن اما کلشان به صورت عمومی به منام نورستانی ها یاد میشن که اقوامشون زیاد است. از جمله یکی از اقوامشون به نام کتا است، دیگیش به نام کام است، دیگیش به نام مامو است، دیگه قوم از اونا به نام کشتو است، دیگیش کلاش ها هستن و کمبوجا ها هستن، اشکنو ها هستن. کمبوجا بسیار مهم بودن در تاریخ کهن. همین بخشی که از کابل شروع می شد تا به کشمیر می رفت و تا به سرحدات هند می رفت، این یک راه رفت و آمد اقوام قدیم آریایی از شمال هندوکش به طرف حوزه هند بود، یعنی از طریق لغوان و کنر اینا به طرف کشمیر می رفتن و از او خاطر زبانهای بسیار قدیمی را با خود آوردن و از این جمله یکیشان به نام کمبوجا ها بود که یعنی کابل قدیم هم مردم هند به نام کمبوجا یا کمبوج یاد میکردن، کمبوجا ها یاد میکردن، کابلی ها یاد میکردن و کوفن بود و این مردم ها را همچنان به نام اولگان ها یعنی افغان ها نیز یاد کردن در متون قدیم هندی. در وقتی که محمود غزنوی به فتوحات آغاز کرد و پیش از او یعقوب لیث صفاری به فتوحات آغاز کرد در ادوار اسلامی، یک تعداد دیگه قبایلی که در کابل و حوالیش بودن به طرف لغمان و نورستان و کنر پناه آوردن و همونجا برای سالهای زیاد باقی ماندن و اینا با مخاطری که پای لشکر مسلمین در اونجا نرسید برای سالهای سال اینا با مذاهب قدیمی خود باقی ماندن. جامعه شناسا به خصوص جامعه شناس مشهور بلژیک که می دقیق نامش یادم نیست، سویدن هم یک نفر بود، اینا تحقیق کردن در نورستان باز بقایای ادیان زردشتی را به گونه دیگیش در نورستان دیدن، همچنان باز تاثیرات مذهب هندویزم هم بودن اما اینا مذهب خاص خود داشتن و
اینا طبیعت پرست بسیار احترام میکردن و روح انسان هم بسیار احترام میکردن و میگفتن طبیعت هم روح دارم. از جمله کسایی که به او اینا اعتقاد داشتن و بر از نا یک موجود بسیار خارق العاده بود، خدای جن رب نویشان بود به نام ایرما و او یک پیام آوری داشت به نام مونی و این منطقه تا وقت امیر عبدالرحمن خان به نام کافرستان یاد می شد. یکی از ارباب الانوائدگی از اینا به نام ایرما بود که زیادتر مجسمایش از درخت از چوب درخت بلوط می ساختن. اینا فکر می کردن که باید به طبیعت احترام بکنن، به هر پدیده طبیعی روح داره مثل انسان وره و باید به او احترام شوند. همچنان باز قبایل از اینا اینا به اجداد خود پرستش میکردن و در پای از این مجسمه ها بسیار قربانی میکردن، از قربانی بز و کوچه کوهی را قربانی میکردن و در بعض مجسمه ها شما مخونه از قربانی ها را میبینیم. بخشم در سالهای 1986 بود که امیر عبدالرحمن خان نورستان فتح کرد. اولین کسی بود که نورستان فتح کرد، بعد از اینکه یک بار پیشتر از این بابر هم کوشید نتانست. مطلبتان 1886 شد، شما گفتید 1886 شد، 1886 شد. پیش از او تیمور کونگانی، مشهور به تیمور لنگ، آمد تا نزدیک های نورستان آمد و باز وقتی گفتن که او عادت داشته هر جایی که فتح میکرد باید پای خود در زمینش میمان. وقتی که نورستان دید گفت من چطور با او درهای عمیق پایان شم؟ باز بچه گفتن که شما را به یک سبد بزرگ میمانیم و پایین میشین. گفتن نه تیر من هیچ نمیفهمم، اینجا را فتح کنم. و تیمور رفت باز از او زهید و دین بابر بسیار کوشید که منطقه را فتح کنه، نشد. تا اینکه نوبت امیر عبدالرحمن خان رسید و نورستان وقت کافرستان یاد می شد فتح کرد و مردمش با دین اسلام مشرف شدن و اینا بیشتر با کابل زندگی کردن. افسران بسیار شجاعی اردوی افغانستان بودن و همیانم از جمله بسیار مردم های بزرگ افغانستان از آزادی های افغانستان از نورستان ظهور کردن و دوستای زیاد ما و شما از نورستان داریم. به هر حال در آثار سوال دیگه در قسمت باشه بکنیم. نمیخوایم در سوال دیگه بریم که آثار هنده در آثار هنری و صنایع دستی نورستان زیادتر از چوب زیاد کار گرفته شده، درست است؟ بله بله، بیشتر از چوب است. بله. بخاطر از این که جنگلات در اونجا زیاد بوده و اینا جنگلات تراش از چهار تراش ها مجسمه های خود تراش میکردن. و اگه شما تصاویر از این رو ببینین بسیار زیباست در مجسمه های از اینا. بریم بس سلام شما چهره های اطفال نورستانی رو نشان دادین. بریم نه خیر، هنوز در اونجا نرفتیم. ما در سر این اطفال امیار یک دخترک نورستانی رو نشان میده که مویش یکم در روشن تر است. نورستانی از قبایل مختلف نورستان هستن. بله. با لباس محلیشان و بله سلاید دیگه اگر بریم آقا بله پسرکی است که اینو میبینین. بله که چشمای سبز رنگ روشنتر. بله بله بله. امی اقوام از بدخشان تا به پنجشیر، از پنجشیر تا به لغمان، از لغمان تا به نورستان، از نورستان تا کنر، از کنر تا به پکتیا. این امی اقوام شاخه هایش یعنی تنها خودشان نیه، همی شاخه های از امی اقوام در ادوار قدیم تیت شده و در کوهستان ها زندگی می کنن. از این خاطر شباخت ما بین از مردم زیاد است. خانه های نورستان عموماً از چوب ساخته شده. اگه یه سلام باشه بریم خیلی بریم سلاید های سلاید سیوم چارم اگه دوتا کنترول بره که ایسا ایسا آل فیران سر لباس هایشان نشان دادیم. اینجا فعلا در لباس یک لباس زنانه داریم. بله که لباس های مخصوص نورستان است، با سوزندوزی نورستان
یکی از صنایع دستی بسیار مشهورش است و اینو میخوام که چندین نوع دیزاین دارن و در دیزاینای نورستان فوق‌العاده نوآوری زیاد است، بدی است و بسیار با ظرافت خاص اینا تهار میشه، مثل که خامک دوزی قندار است و مثل که دیگه صنایع دستی در بخ و مزار شریف و در افغانستان است، یا مکه از هنرهای محلی مردم است. اگه سلاید پنجمه شان بتنی بله، اینده اینجا شما چوبکاری رو میبینین مثل یک قلاواری مال میشه؟ بله، بسیار چوبکاری ظریف هست، شما میبینین به اندازه چوبکاری ظریف هست و به اندازه همون نقش های بسیار مبتکرانه و ناب داره که در اکثر کارهای چوبکاری جهان بسیار کم نظیر هست. این همه چوبکاری و ظرافت کاری هایی که اینا با چوب میکردن، کندن کاری هایی که میکردن، تأثیر بسیار زیاد سر هنر چوبکاری و نجاری کابل انداخت و بعد از او یک تحول زیاد در امارات کابل هم پیدا شد. دروازهایی که از نورستان از همه گیش بسیار با زیبایی و ظرافت و دقت بسیار خاص کندن کاری شده. شما سلاید نمبر 11 رو ببینید. خب سلاید نمبر 11 که چقدر زیبایی کاری شده و باز درونش شم پر کردن، صدفکاری شده داخلش، بله من پر میکردم باز وقتا که مواد دیگه. این ها سلاید 12 رو ببینید، این ظرافت کار چوب که فوق العاده است. آه بله سلاید بله روی ایر داریم سلاید بله بله و تمام از این چوب کنده می شد و محاسبه می شد، تمام گلای از این که چقدر و جایی را که می داشتن باید محاسبه می کردن و باید خطا نمی خورد، اگه یک گل خطا می خورد تمام دیزاین خراب می شد. بله نال ما سلاید 13 رو داریم که یه چوبکاری های نورستان نشان میده و همچنان مجسمه های نورستان نشان میده. بله که ها کلشان کلش چوبکاری است. این موزیم کابل قرار دارن و پیشتر که گفتم اما یرما را نشان میده و دیگر را ارباب الانوای را که اینا به او اعتقاد داشتن. قدامت تاریخ ازی چقدر است؟ یعنی چند چقدر وقت پیش اینا درست شدن؟ تا جایی که ما میفهمیم نورستان از دورهای بسیار قدیم بوده، اما ای که مجسمه چوبی شاید که چون چوب بسیار دیر نمیمانه مثل دیگه آن چیز، اونا شاید 300 سال قدامت داشته باشن، چون چوب در اثر مرور زمان فرسوده میشه، باید بسیار نگهداری مخصوص شده که چوب نگاه شود. اما این مجسمه قدیمترین مجسمه هست پیش از اینکه به اسلام روی بیارن، اما کسی نشته نکرده که در کدام تاریخ اینا تیار شدن. این مجسمه قیمت های زیر گفته میتونید در جان با چقدر؟ اگه نخیر نینه اگه شما هم سلاید پیشتر که مجسمه ها بود اگه دوباره پس بیارین آقای بیم به اندازه زیباست. وقتی میبینیم که من پیشتر عرض کردم که اینا نسب که هنری هند دارن، نسب که هنری یونان دارن، نسب که دیگه که متداول بود در جهان کهن، اینا همون سبک هنری خاص خود دارن، امجنیشن خودشان است، تصورات خودشان است و عقاید خود راجع به جنگ و ارواحی که پیش از اونا مقدس بود و به چیزایی که اینا اعتقاد داشتن به قسم سمبولیک ایجاد کردن. اینا اصلا باز مجسمه دیگه که ببینین باز همین چوبکاری نورست ببخشین سلاید 15 را که ببینین سلاید زیباس که یک جنگجوی نورستانی را سر اسب نشان میده. بله بله سلاید 15 را داریم. بله موزیم ملی کابل است، از چوب تراش شده و از این به اشکال به
انواع مختلف از این مجسمه را در نورستان می ساختن. ارزش از اینا چقدر است آمد جان؟ شما یک تخمینی یک چیزی گفته میتونید فرضاً در بازار جهان این مجسمه را که ما دیدیم تخمیناً چقدر ارزش پولی از این خواهد باشه؟ یکی خب کاپی هایشان است یا خب اصل هستن، کاپی هایش خب ارزان هستن، اما اصلشان شاید که بسیار قیمت باشه، از 100,000 دلار بیشتر باشه، بعد از اینکه یا قدامت تاریخی پیدا کردن حداقل 3 قرن است قدامت از اونا. خب بسیار سال است که اینا همون یک دوری پیش از اسلام نورستان نشان میده، از خود اهمیت تاریخیش بسیار زیاد است. اگر سلاید 14 شما لطف کنین ببینین، شما در اینجا میبینین که مبل نورستان چه قسم بود و چوکی هایی که نا دیزاین میکردن، کوچی که نا دیزاین میکردن، دروازه ها رو ببینین که چقدر مقبول کندن کاری شده، و این تصویری که در پایین است یک خانه نورستانی رو نشان میده در دست چپ، و بعد از اون شما خانه را در مرادخانی کابل میبینین که هم در وقت قدیم ساخته شده و الهام گرفته شده از هنر نجاری نورستانی. بعد از اینکه هنر نورستانی، نجاری نورستان و چوبکاریش در کابل معمول شد، از شیوی از نا، از سبک از نا، در ساختن امارات استفاده های زیاد کردن، و همچنان فعلا هنر چوبکاری و صنعت حکاکی نورستان وسیله ازی شده تا که بسیار دیزاین های مدرن و شبیه نورستانی بسازن، و در این بسیار مشهور شده در دنیا. خصوصا هم سلاید عبدالر ببینید که یک سلاید عبدالر کارخانه است که تمام چوبکاریش از چوبکاری نورستان الهام گرفته شده. بله، این کارخانه در کجا هست؟ در خود افغانستان؟ بله، نجارا میان میسازن مدلش هم با دست باز فروش میشه. یعنی این سلاید از افغانستان است؟ بله؟ بله. خواه به خاطر بسیار شکل اروپایی و ریگا امریکایی داشت. تمام کارخانه مدرن شما که میسازن فعلا این بسیار در اروپا چوبکاری نورستان مشهور شده و بسیار علاقه‌مندای زیاد داره. از خود چیزهای مدرن هم میتونن به رقم چوبکاری نورستان بسازن. در واقع این کارخانه بسیار مقبول دیزاین شده. با اجازه شما پیش از اینکه بریم سر سلایدهای دیگه، وقت عزیز که بریم سراغ چند اعلان تجارتی بسیار کوتاه، اجازه شما باشه آمد جان، لطفا با ما باشین. با سلام مجدد حضور شما بیننده نهایت گرامی تلویزیون زرین، ما باز هم امروز در لحظه های زرین استاد حامد نوید با خود داریم. موضوع برنامه امروز ما آثار هنری و تاریخی ولایت نورستان است. خب آمید جان، میپردازیم با باقی به برنامه. شما گفتین سر میخواید سر سلاید 18 سلاید 18 من پیشتر میخواستم عرض بکنم که امروز صنعت چوبکاری نورستان در جهان بسیار معروف شدن، و می خاطر در کابل جاهای زیادی هست که در اونجا چوبکاری نورستان میشه توسط استادای بسیار مجربه که از خود نورستان میان، و اینا همون نجارای هستن که همی صنعت یاد دارن، اکثرا مردمان سال خورده هستن و اینا جوان ها را در کابل تدریس میکنن همون تمام اصول و مبنای چوبکاری را و دیزاینای نورستانی را. یکی از جایی که در کابل اونجا تدریس میشه صنایع دستی افغانستان مؤسسه‌ای به نام فیروزکو که ما اونجا چندین بار رفتیم، و در اونجا بر علاوه که مثلا صنعت زرگری، بافندگی اینا را تدریس میکنن، یک بخش عمدیش سر هنر نجاری نورستان و حکاکی نورستان و چوبکاری نورستان است که در اونجا من افتخار از این داشتم که همراه یک پیرمرد
110 سالی نورستانی آشنا شوم و اقدر صحتی از اینا خوب بود و اقدر حافظی از اینا خوب بود و اقدر شاگردار داشتن که آدم تعجب میکرد که استاد به این بزرگواری چقدر دانش داره. سر هر دیزاین، سر هر طرح نورستان اینا صحبت کردن، از گذشته های افغانستان صحبت کردن و یکی از خاطرات بسیار خوش ما بود در کابل که با این شخصیت بزرگوار آشنا شدم. و اینا من اینا اون آدم نیستن که فعلا عکسشان را اینجا دیدیم شما میبینین، اما او عکس متاسفانه پیدا کردن نتانستم. برحال مراکزی که این صنعت باید تدریس کنه باید بیشتر شوه، چون یکی از صنایع بسیار ظریف افغانستان است، مانند صنایع دیگه دستی افغانستان که در جهان بدون از این که مبالغه کنم بی نظیر است، بخصوص کارهای سوزندوزی و قالین بافی که در تمام ولایت افغانستان توسط مردان و زنان بسیار هنرمند تهیه میشن. چیزی که قابل همه اندیشه است، در طول جنگ ها یک تعداد زیاد از جنگلات نورستان و کنر در حال از بین رفتن است. با این چوب تراش، همین چوب تراش ها که میگن که از چوب های بزرگ درخت های بزرگ نمیشه، بسیار به پاکستان میره بدون از این که اینا موصول شده از طرف دولت افغانستان و بدون اجازه دولت زیاد میره. اونا هم بخش جنگلات خود که در بخش چترال است کمتر استفاده میکنن، چون در افغانستان شرایط جنگ وقتی که حاکم بود امیرار بر پاکستان باز کرد. با ایده ای من قسمت باید توجه خاص صورت بگیرم. دیگه چیزی که در این منطقه و قسمت شرقی افغانستان یعنی دامنه های هندوکش شمالی و جنوبی وجود داره، حیوانات است که بسیار اینا کمیاب هستن در جهان و اینا هم به خاطر جنگ ها و به خاطر شکار زیاد نسلشان در حال انقراض است. اگر شما سلایده 19 نشان بدین، روی سکرین داریم یک گوسفند مارکوپولو. بله، کوچکوی مارکوپولوست که یه مردم مارخول میگن و بزرگوهی که فوق اینا بسیار حیوانات عجیب هستند که در تمام هنرهای قدیم افغانستان، مثلا آثاری که من نشان دادم برای شما در چند هفته پیش از طلاتپه مجسمه از اینا رو شما دیدین که ساختن، همچنان در بلخ مجسمه های مارکوپولو و مارخول زیاد می ساختن، چون به یک احترام داشتن مردم قدیم و ایده که یک حیوان بسیار ممتاز با تا اندازه مقدس می شمردن. اما حال این فقط این حیوانات شکار میشه و این شما می بینین مارکوپولو که کوچیکویه که در سر کلاهای بلند هندوکش نشستن و باید که در مورد دیگه اقدام شود که شکار زیاد از این حیوانات جلوگیری شود تا نسلشان انقراض نکنه. همچنان پلنگ های کوهی که در دامنه های شمالی و جنوبی هندوکش است یا اون نسلش در حال انقراض است به خاطر از کناره میکشن و پوستین دوزا از پوستشان استفاده میکنن و همچنان بسیار شکاری ها که فقط به خاطر شکار می این حیوانات شکار میکنن. چیز دیگه که بسیار عمده و مهم است منابع های طبیعی است که در بخش نورستان، کنر و لغمان وجود داره که از پنشیر شروع میشه، که از زمرد پنشیر شروع میشه و در اینجا تا به لغمان میرسه و نورستان و کنر. اینا سنگ های قیمتی، احجار قیمتی افغانستان است به شکل بلور و کریستال های فوق‌العاده است که امروز به
بدون از این که دولت کنترل داشته باشه اینا به خارج افغانستان میرن و در سر تا سر جهان فروخته میشن. خب این بود مو داشته های ما در مورد نورستان و یکی از ولایتی که بسیار زیبایی خاص خود داره و خدا کنه که از گزند جنگ ها و دور بمانه و مردم از این پاس بتانن با آرامی زندگی کنن و باز هم همون خلاقیت های هنری خود به کار بندازن. تشکر از شما. همچنان شما نورستان رفتین بله؟ این سفرتان چی بود؟ ما تا در این نور رفتیم بله. متاسفانه تا نورستان رفتن ندانستم برازی گفتن که چی خوب امنیت نیست و جنگ است و وقت کنرام جنگ بود و نمیخوام که چی وقت بخیر ای دامنی جنگ ها از افغانستان خاتمه پیدا میکنن تا ما بتانیم اصالت های که در وطن ما از اصالت های فرهنگی هنری و سرمایه های ملی خود نزدیک ببینیم اونا حفظ شوند اونا مراقبت شوند و با تمام همین سرمایه که این همین ملت فقیر افغانستان داره در حقیقت اگه جمع شود افغانستان یکی از غنی ترین کشورهای منطقه میشه و چنانچه در وقت عباسی ها که این قسمت های زیاد افغانستان گرفته بودن و به نام خراسان یاد می کردن یکی از جاهای بسیار غنی بود که زیر حکومت بغداد بود و به مخاطر دیده رها نمی کردن می گفتن که یک جای بسیار غنیست از نگاه پیداوار و از نگاه داشتن اسبای بسیار اصیل و از نگاه داشتن احجار اصیل و از نگاه داشتن و مردم های با استعداد دکی که طاهر فروشندی استقلال خراسان اعلان کرد. برحال ما از موضوع دور رفتیم اما اینمی بخشی از وطن ما بود و هر گوشه از وطن ما اینمی قضیه با ایره که شما در نورستان دیدین و در هفته پیشتر در هرات دیدین هر بخشی از وطن ما یک فرهیختگی خود داره، زیبایی خود داره و افغانستان در حقیقت مثل یک باغ است که در او گلهای زیاد است و این گلها همگیش با هم ارتباط دارند و یک باغ است که پر از گلهای انسانهایی است که هر کدامشان استعداد دارند، امیدهایی دارند، آرزوهایی دارند، گذشته هایی دارند و اینا اگر یک جای با هم شکوفا شود این ملت بسیار ملت فوق‌العاده مترقی خواهد شد و غنی خواهد شد. شما خودتان رفتین به افغانستان به خاطر این تحقیق کتابتان که نوشتین شما خودتان رفتین چند ولایت افغانستان شما تا جایی که بر مقدور بود در هر طرف افغانستان بسیار جایی رو خوب پیش از اینکه جنگ ها در افغانستان در بگیره وقتی که من در 15 ادبیات تاریخ هنر افغانستان تدریس می کردم باید می رفتم و از نزدیک می دیدم. خب از متاسفانه جنگ ها واقع شد و کودتای شد و همگی ما آواره شدیم به هر طرف و مقدار 27 سال یا بیشتر دور ماندیم از وطن خود. وقتی که شرایط دوباره آماده شد دوباره من رفتم به خاطر ببینم که چقدر از آثار گرانبهای افغانستان نوز باور جا هست و چقدرش در سر جنگ ها از بین رفته مثل مجسمه های بی نظیر بامیان یا مجسمه های معبد حده که مگی ویران شدن و ما یک چیزی که قابل امیدواری است که مردم هنوز زنده است و در مابین ملت افغانستان خصوصا نسل جوان بسیار هنرمندای خوب و ممتاز زیاد میبینین و خصوص در هنر نقاشی، در هنر خطاطی، همچنانی که شما در هنر آوازخانی هم میبینین که چقدر تعداد هنرمندای آوازخان زیاد شده و از صورت او شامل بحث من هم میبشه
اما اگر باز کدام وقت خواسته باشین سر آثار هنری جوانای افغانستان فعلا معاصرین صحبت میکنیم و شما خواهد دیدین که چقدر عمق نظر در آثار اصلا هست. انشاءالله حتما یک پروگرام برای اینا میگیریم. تجربه خود شما وقتی که رفتین به افغانستان، خود مردم منطقه شما، چون چند سال پیش رفتین به خاطر نوشتن کتابتان. بله، من 4-5 بار رفتم. بله. و هر باری که رفتیم امو تمام جگرخونی هایی را که آدم می داشته باشه در خارج از افغانستان و تشویش هایی که می داشته باشه وقتی که داخل می رو می بینه با مردم خود یکی میشه، اما ما و امو تشویش ها هم اگه دل آدم هموار میشه، چون هم در اکثر جای ها متاسفانه باز واقعات بسیار خراب رخ داد، مثل واقعی که دست سر زیم خانم جوان فرخنده شهید واقع شد، اما به صورت عمومی آداب معاشرت، انسانیت و برخورد شریفانی مردم افغانستان در هر ولایتی که برین وجود داره. با امو احترام، با امو مهمان نوازی و با امو اصالت فرهنگی شد. یعنی خود مردم منطقه در باره آثار تاریخی خود منطقه خود، یعنی چون جنگ است یا آیا نه معلومات داشتن؟ یک مسئله شد که در وقت جنگ اینمی ترغیب شدن از طرف پاکستان به خصوص و از طرف کشورهای دیگه که شما چون مجاهد هستین، جنگ کردین، جهاد کردین، میتونین غنیمت بگیرین. حالا کس از کشور خود غنیمت نمیگیره، در اسلام و نیست و وقتی جنگ با کفار نبوده، خب بقی بوده در مردم روستاها و کلگیش هم مسلمان ها بودن و خیش قوم همگی بودن. اینمی مفکوری ماب منتالیتی که بلین و بگیرین یه تشویق کردن و از این خاطر ما به کار بسیار مداوم ضرورت داریم و از این خاطر باید که وزارت اطلاعات و فرهنگ که یک بخشش بخش جوان ها هست، اینا باید که در تربیه جوان های تمام ولایات از هر ولایت افغانستان یک حیات بیان با آثار تاریخی از اون ولایت بر از اینا شناسایی شوند و اینا تدریس شوند، اینا ترین شوند که هم داشته های ولایت مربوطه خوده بالش بینویسند، بالش در مورد نگهداریش با دولت در مشوره باشند و مردم خود بفهمانند که این از من نبرین، یک قلعه کونکی هست، یک قلعه شخصی نیست که شما خشتاش میکنین و میبرین خانه میسازین. بی توجهی زیاد در این مورد صورت گرفته، حتی همون دیوال های کابل که در مرکز افغانستان است بازی کسا میرن و خشتاش میکنن که بر خود خانه بسازن. شما اگه برین به طرف شمال آی خانمه که وقت ما برش شما تمام آثارش حکاسیش آوردم و یکی از مهمترین آثار تاریخی شرق بود، حالا اگه شما برین شهر آی خانم دیگه وجود نداره، به یک دشت تبدیل شده، حتی کوچکترین سنگش فروختن، کشیدن، مجسمه هیچی دیگه باقی نمانده، دیوارهای معابد از بین رفته، فقط دمو مجسمه های منقول از اوره که در موزیم کابل حفظ شده باورده بودن باقی مانده، دیگه چیز باقی نمانده در آی خانم. اگه شما برین بر بلخ ببینید که بازی از زورمندان اون ستون های قدیمی که از دوره اسکندر است نخانی خود بردن چاندن. شما برین پغمان، نیکم یاد شما از همون حوزی بود که یک سیتا عصب بود، یک فواره بسیار مقبول بود، نموره یک کس برده نخانی خود چاندن. همی حس اجتماعی گم شده و این وظیفه مطبوعات هست، میدیا هست، به درجه اول در وزارت اطلاعات فرهنگ هست و درجه دو همی تلویزیون ها و میدیایی که چه نوشته ایست، چه کتبیست، چه تلویزیون، چه سوتیست، چه سمیو بسریست و از همکه مهمتر است
باید مردم دیرا راهنمایی کنند. بله درست هستم. بله بسیار زیاد تشکر آمیچان از معلوماتتان. آقای عبی پرس دوباره تصویر بیارن سر ما. جان سپاس از شما که در این هفته باز هم شما موضوعات بسیار مهمی که در باره آثار تاریخی نورستان بود به ما معلومات را کردین. انشاءالله دفته های دیگه باز هم سر یک ولایت دیگر صحبت خواهد داشتیم. هر بخش وطن ما اینقدر آثار ارزشمند داره. جان سپاس از شما. انشاءالله بخیر. تا هفته دیگه باز هم شما رو دوباره با خود می داشته باشیم. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. سلامت باشین. خوش باشین. با سلام من به حضور تمام بیننده‌های تلویزیون شما. تشکر. شب شما خوش. تشکر. بیننده‌های گرامی این بود برنامه ای هفته. اما پیش از اینکه برنامه تمام شد می خواستم یک تشکری کنم باز هم از آمد جان از اینکه هر هفته همراه ما هستن و این برنامه ها را همراه ما پیش میبرن و زحمت زیاد میکشن تا این سلاید ها را درست میکنن و به ما روی میکنن. ازشان جهان سپاس. همچنان میخواستم به خانم کریمی تبریکی عرض کنم که نزیره جان کریمی برشان یک جایزه از طرف امریکا و جایزه مطبوعاتی برشان تقدیم کردن و این موفقیت چند برشان تبریک میگم. واقعا یکی از ژورنالیست های بسیار برازنده هستند که با تمام شخصیت های بسیار مهم در داخل و خارج از افغانستان. شما میفهمید که با تلویزیون آریانا اینا کار میکنند. ژورنالیست تلویزیون آریانا هستند و در امریکا در واشنگتن دی سی همیشه راپورتاژ ها را به تلویزیون آریانا درست میکنند و از طریق مقامات امریکایی برشان یک جایزه به خاطر فعالیت های ژورنالیستی شان دارن که من یک بار دیگه برشان تبریک عرض میکنم. خب بیننده گرامی تا برنامه آینده که لحظه های زرین که باز هم یک از ولایت دیگر افغانستان سرش صحبت میکنیم شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شما این برنامه رو میتونیم